اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. خدا رو سپاسگزارم که در این ماه مبارک رمضان در بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان در هیوستن تگزاس در خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی هستم. عنوان سخن این ده شب زیبایی های اسلام است. علت انتخاب این عنوان این است که در سالیان اخیر به دلایل متعدد از زوایای متفاوت نوعاً درباره مسائلی گفته شده است که غالباً به نواقص، اشکالات، زشتی‌ها و خشونت‌های اسلام برمی‌گرده. برخی از این مباحث به دلیل سوء رفتار برخی منتسبان به دین بوده و برخی از این رویکردها هم به دلیل دلایل خارج از اسلام بوده، کسانی که با اسلام سر خوشی ندارند و او رو نمیپسندند کوشش کردند که برخی نکات رو که مربوط به زمینه و زمانه دیگریست رو در زمان ما برجسته کنند و بسیاری از جوانان و حتی میان سالان به این گونه تلقین شده است که اسلام همین زشتی هاست. فضای مجازی امروز پر است از این گونه زشت نمایی هایی که یا به دلیل دوستان نادان یا به دلیل دشمنان بی مروت نسبت به دین ما جاری شده است. کوشش میکنم که در این شبها مروری داشته باشیم در تعالیم دینمان و خودتان قضاوت بکنید که آیا با این تعالیم نمی بایست ما بهتر رفتار می کردیم و دین و آیین من را به گونه دیگری به جهانیان معرفی می کردیم. عناوینی که انتخاب شده مهمترین محورهای تعالیم اسلامی است. فی الواقع ماه رمضان ماهی است که هر مسلمانی می باید دین خودش را دوره کند. قرار نیست من چیز تازه‌ای بگویم. همه مباحث این شبهای من صرفاً تذکر خواهد بود. تذکر اول به خودم و بعد به شما. و تذکری به همه خودمان که دینی به این زیبایی داریم اما ظاهراً خودمان قدرش را نمی‌دانیم. عناوینی که انتخاب شده متناسب با این شبها تفاوت خواهد کرد، تغییر خواهد کرد. عنوان شب اول زیبایی های خداوند است. البته خداوند جمیل است و جمال را دوست می دارد، اما این نکاتی که گفته می شود در حد طاقت یک جلسه برخی از نکاتی که به نظر می رسد زیباترین ابعاد الهی باشد را با هم مرور می کنیم. خداوند محور اسلام است. هیچ چیز دیگری در دین ما به پایه این محور نمی رسد. اگر قرار بود برای قرآن کریم مجاز بودیم نام دیگری انتخاب می کردیم، خدا نامه بود. چیزی که نزدیک کتاب که نزدیک نیمی از آیاتش در معرفی و توصیف خداوند است. و مسلمان کسی است که خدایش را بهتر بشناسد و به فرامین پروردگارش دقیقتر، بهتر، عمیقتر و خالصانه‌تر عمل کند. از زیبایی‌های خداوند شروع می‌کنیم بدون هر مقدمه‌ای. بحثی هم که مواردی هم که من انتخاب کردم کلاً همگی در مورد از قرآن کریم هست. به عبارت دیگر کوشش کردم که
تعالیم دینمون رو بر اساس قرآن کریم پیش ببرم. از زیبایی شروع میکنیم. در قرآن کریم جمیل به دو امر اطلاق شده است، یکی صبر جمیل، یکی صلاح جمیل. دومی درباره طلاق است که وقتی میخواهید از هم جدا شوید، زیبا از هم جدا شوید، این رو جای خودش باید توضیح داد. و دیگری صبر جمیل است که زیبا استقامت کنید، صبرتان صبری زیبا باشد. اما این صفت برای خداوند نیامده است. کلمه‌ای که برای خداوند به کار رفته اسماء حسنا است. از این شروع می‌کنیم. لله اسماء الحسنا و له اسماء الحسنا. برای خدای ما اسم‌های زیبایی است. در سوره 8 آیه 24 له اسماء الحسنا آمده است. و نام نزدیک 10 نام از زیباترین نام‌های خدا در انتهای سوره 8 ذکر شده است. می شود گفت بهترین توصیف خداوند در انتهای سوره 8 آمده است. اسم صرفاً نام بی مسمی نیست. فی الواقع وقتی که اسم زیباست، این زیبایی از آن مسماست، نه صرفاً متعلق به اسم. خدا زیباست، اسمهایش هم زیباست، صفاتش هم زیباست. از میان این اسمهای زیبای خداوند، خودش دو نام را انتخاب کرده است که بیش از همه نامهایش تکرار کرده است. همه میشناسیم اون را، ولی میخواهیم در این شبها با این دو نامش ارتباط برقرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات من را به نام خداوند بخشاینده مهربان آغاز میکنیم. صفت رحمان و صفت رحیم. از خودمان بپرسیم، خدا نیامده شعارش را، ابتدای سوره های قرآنش را، ابتدای نامهایش را مثلا بسم الله القاسم الجبارین قرار بدهد؟ حتما دلیلی داشته. میخواهد با دو اسمی که از ماده رحمت مشتق شده است، مسلمانان، مؤمنان، بندگانش امورش را آغاز کنند. معلوم میشود خود خداوند بعد از نام بلند الله، بهترین اسامی که برای خودش پسندیده است رحمان و رحیم بودن است. بنابراین ما پیرو خدای هستیم که مهمترین نامهایش از رحمت اشتقاق پیدا کرده است. این خدا بخشاینده است، این خدا مهربان است. پیامبرش هم که حالا شبهای دیگر به توصیفش خواهیم نشست، رحمتن للعالمین است. کتابش هم رحمتن للمؤمنین است، رحمتن للناس است. مسلمان هم میباید این صفات را از خدایش داشته باشد. رحمان و رحیم تکرار نیست، یکیش اشاره به رحمت عامه دارد، یکیش اشاره به رحمت خاصه. رحمت عامه یعنی همه مخلوقات، همه انسانها بدون توجه به دین و آیین و جنسیت و رنگ پوست و عقیدهشان، این رحمت شامل حالشان می شود. خدا هوا که می فرستد نمی پرسد تو مسلمانی که اکسیژن بدهم یا نه، نان که می دهد از دینت نمی پرسد، به تو روزی می دهد هر که می خواهی باش، صالح می خواهی باش یا فاجر. اگر برخی ما به جای خدا می بودیم، نه آب می دادیم به مردم، نه نان می دادیم، نه هوا می دادیم، چون با ما هم فکر و هم عقیده نیستن. این رحمت رحمانی خداست، رحمت عام خداست که شامل همه موجودات می شود. رحمت خاصه متعلق به کسانی است که توانستند خدا صفت شوند، سبقت الله را به خود بگیرند، مؤمن شوند. اون خداوند یک درهای جدیدی از رحمتش را بروی اونها باز می کند، چیزهای اضافه تر از بقیه مؤمنان، بقیه مردم به اونها می دهد. این میشه رحمت خاصه. یکی از این دو اسم ناظر به رحمت عامه است، دیگری ناظر به رحمت خاصه. اما زیبایی خداوند این است که برای ما در هر زمان و در این زمان که خداوند برای ما رحمتش را برجسته تر از همه اسمهایش قرار داده است.
قبل از پرداختن به هر امر دیگری، حتی در توضیح رحمت که در این جلسه مفصلتر بهش خواهم پرداخت، کار خدا به زبان خودمان حساب و کتاب دارد. کار خدا فلعی نیست، برنامه دارد، یک برنامه الهی پشت همه امورش خوابیده است. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزینه هر چیزی در دست ماست، در دست من است، در دست خداست، و ما به اندازه مشخص و معینی آن را نازل می کنیم. این خزائن هم می تونه خزینه معنوی باشد، هم می تونه خزینه مادی باشد، هم می تواند باران باشد، هم می تواند هدایت باشد. خزینه هر چیزی در نزد اوست. هر چیزی هم ممکن از من بپرسید، حتی امور بد، حتی امور سوء، میگیم نه، اونها حتی شیئیت ندارن. بدی چیزی جز نبود خوبی نیست. هر چیزی که وجود دارد، وجود به معنای واقعی دارد، او به خدا منسوب است. خیر الهی است، اما شر عدمی است. شر نیست که ما بخواهیم به او نسبت بدهیم. این در فلسفه، در حکمت، در جای خودش اثبات شده. اینکه خدا میفرماید و این من شیئن الا و عندنا خزائنه، هر چیزی که شیئیت داشته باشد، هر چیزی که وجود حقیقی داشته باشد، به او منسوب است. اگه تو ذهنت هم آمده این شرور مثل زلزله، مثل سیلم که وجود داره، اینا که خواب و خیال نیست، بگیم درسته، اما شر بودن این امور جای بحثه، نه خودش. اون چیزی که بیماری رو که در نظر میگیریم، بیماری هم یک علتی دارد در جهان. سیل، زلزله، هر امری که ما او را بد میدانیم، نسبت به چیزی بد است، نسبت به چیز دیگر همون امر میتواند خوب باشد. زمانی که ما به علل طبیعیش دسترسی پیدا کردیم، همون را هم کنترل میکنیم، در راه مناسبی به کارش میاندازیم. برخی از امور هم هنوز علم ما قد نداده، نتوانستیم کنترلش بکنیم. مثلا زلزله بالاتر از 6 ریشتر رو ما نمیتوانیم باش فعلا در برخی جا برخورد کنیم. 9 ریشتریش رو قطعا خیلی جاها نمیتونیم، 6 ریشتریش رو توانستیم برخی جاها، کمتر و بیشتر. برخی بیماری ها هم به همین صورت، اما هیچ کدام از اینها فی حد نفس شر نیستند. اصلا شر مطلق وجود ندارد. آن چیزی که هست شر نسبی است، اما خیر مطلق هست و خدا خیر مطلق است. اینجاست که میفرماید هر چیزی که چیز شیئیت دارد، وجود دارد، از من اصلش را دنبال کنید. برنامه دارم، هر چیز را به اندازه خاصش فرو میفرستم. و بعد در جای دیگر هم باز به بحث تقدیر میپردازد. بحث تقدیر را من در شب قدر، شبهای قدر، مفصلتر بهش خواهم پرداخت که مهمترین خصوصیت شب قدر همین اندازه نگه داشتن است و با اندازه ها و تقدیرهای الهی آشنا شدن است. مهم این است که ما بتوانیم این اندازه های الهی را تشخیص بدهیم و خودمون رو با این اندازه ها، با این برنامه ها همسو و سازگار بکنیم. حالا که کار خدا حساب و کتاب دارد، این حساب ها را چجوری بشناسیم تا بتونیم از اونها استفاده بهینه بکنیم؟ اسم عام حساب و کتاب خدا در قرآن سنت الهی است. سنت الله، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خدا سنتش تغییر ناپذیر است. مهم این است که ما سنت‌های الهی را تشخیص بدهیم، بشناسیم. سنت به زبان امروزی همون قواعدی است که در جامعه، در جهان جاری است. نوعاً ما چون با علوم تجربی انس بیشتری داریم، قواعد علوم تجربی سنت‌های الهی هستند. مثلا جاذبه زمین، که چیز خیلی نازلش رو بگم، یک سنت الهی است. این موارد دیگری هم، قوانینی که در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیر او کشف می‌کنند،
دانشمندان، اینها قواعدی است که از طرف خدا در جان جهان نهاده شده است. اما بحث من الان سنت های بزرگتر و بالاتر از این هاست. سه سنت رو برای امشب انتخاب کردم که به نظرم زیباترین سنن الهی است. یکیش سنت عدالت است، یکیش سنت رحمت است، یکیش سنت محبت است. فکر میکنم در مورد سومیش کمتر از همه به گوشمان خورده، در مورد اولی و دومی کمی بیشتر. امشب قرار است در مورد سه سنت الهی، یعنی سه قاعده الهی با هم سخن بگوییم. ماه رمضان است و میخواهیم با این قواعد الهی ارتباط بیشتری برقرار کنیم. اما قبل از پرداختن به این سنت های سگانه که پیکره بحث امشب منو تشکیل میدهد، این است که من دارم از قرآن بحث میکنم، آیاتی از قرآن کریم رو تلاوت میکنم. اولین سوال این است که ما به عنوان مسلمان پذیرفته ایم که خدا آنچرا که به ما گفته است دروغ نگفته است. خدا صادق است. صدق خداوند، راستگویی خداوند فی‌الواقع قدم اول مؤمن بودن است. اینو فقط ما مسلمان ها هم نمیگوییم، حتی فیلسوفان غیر مسلمان مثل دکارت فرانسوی هم با همین شروع میکند. یعنی این که اگر ما خدا رو راستگو ندانیم دیگر به هیچ مسئله از اون نمیتوانیم اعتنا بکنیم، چون هر امر، هر وعده‌ای که میدهد ممکن است این وعده نادرست باشد. حالا از من میپرسید به چه دلیل خدا راستگوست؟ میگیم ما راستگویی خدا را به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم. ایمان من است، من اول ایمان آوردم که او راستگوست. نمیخواهم به قرآنی که منتسب به خداست راستگویی او را اثبات بکنم. من باور کردم که خدا آنچه که به من میگوید راست است. او را شهود کردم، هر وعده‌ای داده اتفاق افتاده است، خلاف آن را ندیدم. این یک تجربه وجودی برای من است که او صادق است. پذیرفتم که خدای من صادق است. حالا با صداقت خدا دارم شروع میکنم. یکی از آیات قرآن کریم که این معنا رو افاده کرده، توضیح داده، آیه 122 سوره مبارکه نساء است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. آنها که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، آنها را داخل بهشتی که آب از زیر درختانش جاری است خواهیم کرد، در آن جاودانه تا ابد لذت خواهند برد. این وعده حق خداوند است. و چه کسی از خدا راستگوتر است؟ مسلمانی با پذیرش صادق بودن خداوند آغاز می شود. یعنی ما باور کرده ایم، این رو با این آیات اثبات نمی کنیم، ما شهود کرده ایم. هر کسی که اهل دعا و مناجات است، تجربه دینی دارد، می رسد به این که خدا به او دروغ نگفته است، وعده ای که داده راست گفته. لذا بقیه مواردی هم که دنبال خواهیم کرد بر اساس صداقت خداوند پیش خواهد رفت. دنباله این آیه بعد از آیه 122 چندین نکته بسیار ارزنده درش آمده است. آیات 123 و 124 سوره نساء. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. فضیلت و برتری به آرزوهای شما نیست، به آرزوهای اهل کتاب هم نیست. من یعمل سوءا یجز بهی ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. هر که میخواهی باش، هر دینی میخواهی داشته باش، هر مذهبی داری داشته باش،
اگر گناه کنی، کار سوء کنی، مجازات میشوی. خدا وقتی گناهکار را میخواهد مجازات کند، نگاه به برچسبش نمی کند. شیعه مرتضی علی است، سنی است، یهودی است، مسیحی است، نامسلمان است، هر که میخواهد باشد، گناه کردی مجازات میشوی. و اگر در اونجا نمیابی غیر خدا ولی و نصیری را، رضا میگه لیسه به امانی یکم، نه امنیه های شما، نه آرزوهای شما، نه آرزوهای اهل کتاب و یهودیان که میگفتن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. خدا میگه که اینها آرزوهای شماست. این که جز ما به بهشت نمیرویم، همه مذاهب و ادیان همچه ادعایی دارند. هازا امانی یکم، اینها آرزوهای شماست. آن چیزی که نزد من است، خودش خود قرآن میفرماد و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. شرط بهش رفتن برچسب این مذهب و آن دین داشتن نیست. شرط بهش رفتن دو تاست. من یعمل من الصالحات، کسی که عمل صالح انجام بده، زن میخواهد باشد یا مرد باشد، و هو مؤمن، ایمان داشته باشد به خدا و آخرت، ایمان داشته باشد. اینی که گفت لیس به امانی کن، برای اینکه همه مذاهب همچه حرفای رو زدن و خدا آب پاکی رو دست همه ریخت، گفت فکر نکنید با لغلقه زبان من شما رو به بهشتم میبرم. من دو تا چیز بیشتر نمیخواهم، ایمان و عمل صالح. مرد میخواهی باش یا زن باش یا هر عنوان دیگری میخواهی داشته باش از دین و مذهب، اما ایمان و عمل صالحت داشته باش. درست است ایمان در هر شرایط زمانی ایمان اضافی میطلبد در حوزه نبوت، اما اصل ایمان، ایمان به خدا و ایمان به آخرت است. این رو داشته باش، عمل صالح رو هم انجام بده، در اون صورت حتما داخل بهش میشوی و هیچ ظلمی به تو انجام نخواهد شد. بنابراین میزان جنسیتی و مذهبی از دید قرآن در این آیه مورد بررسی قرار گرفت. خدا حساب و کتاب دارد، سنت الهی را تشخیص دادیم، کلیتش را این سنت را دانستیم که قاعده ایمان و عمل صالح است و نه چیز دیگر. حالا وارد اون سه تا سنتی که عرض کردم میشیم. اولین سنت عدالت کریمانه. چرا من عدالت رو پسفند کریمانه زدم؟ آیه 40 سوره نساء به زیبایی این رو ذکر کرده است. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. خداوند به اندازه ذره المثقال ظلم نمی کند. این عدالت خدا. و اگر حسنه ای باشد از من و تو صادر شود، خدا مضاعفش میکند. اینم کرامتش. یعنی گناه را اگر بتواند میبخشد، اگر امکان بخشش نبود صرفا معادلش مجازات میشود، اما هرگز ظلم نمیکند. اما اگر حسنه ای صورت بگیرد حتما مضاعف میشود. این کرامت است. عدالت کریمانه، خدا ظلم نمی کند، عادل است، اما در مورد حسنات و خیرات چند برابر پاداش و ثواب می دهد. پس ما این را زیبایی خداوندمان می دانیم. خدای ما زیباست زیرا عادل است. خدای ما زیباست زیرا اهل کرامت است و بیش از استحقاق من پاداش من می دهد. آیا زیباتر از این می خواهید؟ و از جانب او اجر فراوانی به ما داده می شود. کرامتش به این است که اگر یک حسن انجام دادیم 10 برابر به ما می دهد. اگر یک گناه کردیم می کوشد آن را ببخشد. به لطایف الهیل حدود 10 راه در قرآن نهاده است که بالاخره اون گناه را ننویسد
و اگر ما اونقدر بد بودیم مثل این ماه که درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است. حالا اگر کسی تو این ماه گناه بکند دیگه خیلی هنرمند است، یعنی در جهنم رو باز کرده، در بهشتی که باز بوده رو بسته. این دیگه تقصیر خودشه، ربطی به خدا ندارد. ما دنبال زیبایی خدا بودیم، زیبایی خدا در عدالتش و در کرامتش یافتیم. یکی دیگر از ملاک‌های عدالت خداوند این است که خدا عقاب بلا بیان نمی‌کند. یعنی اینکه وقتی هم می‌خواهد ارزیابی کند، مجازات کند، قبلش بارها و بارها آژیر خطر می‌کشد. ابتدا رسول می‌فرستد، همه جزئیات را توسط رسولش، پیامبرش با ما در میان می‌گذارد. غیر از رسول ظاهری، رسول باطنی هم گذاشته. در هر کدام از ما یک عقلی هست، یک وجدانی هست. وقتی می‌خوایم کار نادرستی انجام بدهیم، یک سروش درونی از درون ما صدا می‌زند: نکن، نرو. این صدای وجدان ماست. یک رسول باطنی است که در وجود من و تو هست. گاهی وقتا خفش می‌کنیم، صدایش را کم می‌کنیم، مثل وقتی ساعت گذاشتیم بیدار بشویم، خوابمون سنگین است، ساعت رو خفه میکنیم، دوباره ادامه میدهیم. گاهی وقتای صدای وجدان رو که میآید نمیشنویم. اما این وجدان خدا نهاده است. این همون فطرت پاکی است که در هر انسانی وجود دارد. حالا اینها رو خدا تا برای ما رسول نفرستاده باشد، تبیین نکرده باشد، هرگز مجازات نمیکند. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ولا فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. چهار نکته دارد. هر که هدایت یا شد، اون برای خود هدایت یافته. هر که یعنی به نفع خودش هدایت شده. اگر راه یافتید، نفعش را خودمان میبریم. هر کسی گمراه شد، به زیان خودش گمراه شده است. بار هیچ کس را به دوش دیگری نمیگذاریم. اگر من گناه کردم، کسی در قبر من نمیخوابد. بار مرا نه فرزند من به دوش میکشد، نه همسر من، نه هم شهری من، نه هم فکر من. بار مرا خودم باید به دوش بکشم. ما در قیامت تنها فرادا نزد خداوند میرویم. خب شاهد مثال در این آیه: و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. من عذاب نمی کنم مگر پیامبری فرستاده باشم و همه جزئیات لازم را با شما در میان گذاشته باشم. حالا اگه من و تو گوشمان را بستیم، گوش نکردیم، دیگه تقصیر اونیست، تقصیر از ماست. این قبح عقاب بلا بیان از شرایط عدالت خداست. یعنی فردای قیامت من و تو حق داریم از خدا بپرسیم: تو داری مرا به دلیلی مجازات میکنی که من خبر نداشتم. خدا میگه: من حجت رو بر تو تمام کردم، هرچه لازم بود در کتابم نوشتم، به پیامبرم هم گفتم، او هم ده گوش تو خواند. حالا تو نخوندی، گوش نکردی، تقصیر خودت بوده، تقصیر از من نیست. این خدا عادل است، چون عقاب بلا بیان نمی کند. این وجه دیگری از عدالت خداوند. اما سنت رحمت، این سنت مفصل ترین بخش بحث امشب من است و به نظرم زیباترین جلوه اسلام در زمان ماست. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله، در سوره انعام آیه 12 خدا میپرسد، به پیامبرش میگوید: بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ پاسخ میدهد: از آن خداست. کتب علی نفسه الرحمه، بر خود رحمت را نوشته است. این نوشتن یعنی واجب کرده است. همچنان که روزه بر ما نوشته شده است، این روزه بر ما واجب شده است، رحمت هم بر خدا واجب شده است. کی واجب کرده؟ خودش، کسی که بالاتر از اون نیست. خودش
بر خودش رحمت را واجب کرده است. اگر به ما نمی فرمود نمی توانستیم به آن احتجاج کنیم. حالا که گفت فرموده است، در قیامت که رسیدیم بگیم خدایا خودت در کتابت فرمودی کتب علی نفسه الرحمه. و وقت ما تو ادعیمون، تو دعای ابو حمزه، تو دعای کمیل میگیم تو می توانی تحمل کنی من بندت در آتش باشم و تو مرا ببینی؟ رحمت تو چنین اقتضایی میکند؟ این کتب علی نفسه الرحمه یعنی می توانیم هر چیزی که مقتضای رحمت بود بر اساس او با خدا وارد گفتگو شویم و از او بخواهیم با ما بر اساس رحمت برخورد کند. البته بماند گناهکاری که به آتش افکنده می شود فلواقع او در آتش انداخته نمی شود، اعمال خود اوست که شعله ور می شود. تفاوت دنیا و آخرت در این است که در دنیا واقعیت اعمال مشخص نیست. من غیبت میکنم، معلوم نمیشه گوشت مرده برادرم را خوردم. دروغ میگویم، مشخص نمیشود که نقطه سیاهی در قلبم نشسته است. اما آخرت، ان الاخره لهی دار الحیوان، همه چیزش زنده است. در آخرت قرار نیست کسی شهادت بدهد، یعنی کسی بیاد علیه من، خود عضوی که گناه کرده زبان دارد، حرف میزند، این داره حیوان است، مگه میشه انکار کرد؟ حالا توی همچو شرایطی گناه یعنی اون سیاهی هایی که ما خودمان در وجودمان درست کرده ایم، اونجا شعله ور میشود. لذا ما در آتش افکنده نمیشویم، ما آتش میگیریم. جهنم چیزی جدای از گناهکار نیست، جهنم از قلب گناهکار بیرون می آید. در تصور ابتدایی ما خیال میکنیم یه گودال آتش درست کردن، ما رو پرتاب میکنن توی گودال و ما نمیدانیم که آتش در درون قلب من است، منتها تو دنیا شعله ور نمی شود یا من سوزشش را احساس نمی کنم. در آخرت میفهمم، در آخرت شعله ها بلند میشه، وقت من میبینم دارم میسوزم، میگه کجاست؟ بگیم قلب توست که در آتش گرفته است. خب اینا در بحث آخرت که رسیدم آیاتش هم به عینه تلاوت خواهم کرد. حالا کتب علی نفسه الرحمه میخوایم بررسی بکنیم، ببینیم مقتضای رحمت خدا به فرموده قرآنش چیست. میخوام چند آیه تلاوت کنم، اینها جزء امید بخشترین آیات قرآن است. مسلمانیم و به این آیات افتخار میکنیم. تنها کافران از رحمت خدا مایوسند. این اگر تو مؤمنی، ذره ای ایمان به خدا در قلبت هست، هرگز از خدا حق نداری مایوس شوی. یأس از خدا کفر است. مؤمن از خدا مایوس نمیشود. حضرت یعقوب وقتی یوسفش را گم کرده بود، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید به برادران گناهکارش گفت برید یوسف و برادرش را پیدا کنید. همه ما یوسف گمگشته ای داریم، اسمهاشون تفاوت می کند، اما ما هم گم شده ای داریم، برید پیداش کنید. و لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. حضرت یعقوب می فرماید از رحمت خدا مایوس نشوید، تنها کافرانند که از رحمت خدا مایوس می شوند. ایمان یعنی این که همواره روزنه امیدی برای تو هست. مؤمن کسی است که اون روزنه امید را باور دارد. حالا برای برخی اون روزنه خیلی وسیع است، برای بعضی تنگ است. این عمل توست که اون روزنه رو بزرگ یا کوچک میکند. پس مسلمانیم و مؤمنیم، پس هرگز از رحمت خدا مایوس نمیشه. یکی از فروع عملی این قاعده این است که مسلمان خودکشی نمیکند.
چرا؟ برای او همواره معتقد است رحمت خدا شامل حالش است. توهم میکند اگر فکر میکند خدا تنهایش گذاشته است. اشتباه میکند اگر میپندارد به بن‌بست رسیده است. مؤمن به خدا وقتی خدا را دارد هرگز به بن‌بست نرسیده است و خدا مفری را جلو راهش میگذارد. اما امید بخش ترین آیه قرآن، خیلی ادعای بزرگی ها، امید بخش ترین آیه قرآن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من، خیلی مهم، خدا من و تو رو بنده خودش میداند. یا عبادی، نگفته یا ایها الذین آمنو، نگفته یا ایها الناس، گفته یا عبادی، ای بندگان من. حالا توی ماه او مخاطب او شدیم، ای بندگان من. کدوم بندگان؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، اونها که در جان خودشون اسراف کردن. یه وقت ما سود نمی کنیم، یه وقتیه سرمایه‌مون رو از دست میدیم. اسرفوا علی انفسهم مال آدمیه که جانش رو از دست داده، سرمایه زندگیش رو از دست داده، هیچی نداره. حالا میگه بنده من که تو سرمایت رو از دست دادی، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشو. دیگه فکر میکنم این آخرش باشه، یعنی کسی که همه چیزش رو از دست داده، سرمایش رفته، مالش رفته، اسمش رفته، آبروش رفته، هیچی ندارد، حالا چی دارد؟ میگه تو بندگی منو که داری، لا تقنطوا، ناامید نشو از رحمت من. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. و من استقو من الله قیلا، در خانه کسی نمیخواد برید، یا پیش خودم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا ممکنه بگی که جای دیگه فرموده الا ان یشرک به، مگر اینکه به او شرک بورزی. میگم نه، اینجا به عبادش گفته دیگه، عبادش که مشرک نیست، اون برای مشرکین بود، برای غیر مؤمنین بود. این آیه خطابش من و تو هستیم، مسلمانان، مؤمنان، کسانی که خودشان را بنده خدا میدونند. آقای بنده های خدا، خدا هر گناهی را میبخشد، فقط شرایط بخشش رو تو خودمون ایجاد بکنیم. حالا شرایط بخشش رو تو این جلسه و جلسات بعد توضیح خواهم داد از زبان خود قرآن. پس هیچ گناهی نیست که بخشیده نشود برای مؤمن، برای بنده خدا. شرک مال بنده خدا نیست. انه هو الغفور الرحیم، او خیلی بخشنده است و رحیم است. غفور صیغه مبالغه مثل غفار است. او فقط غافر نیست، غافر الذنوب جمیعا نیست، او غفور است، خیلی میبخشد. فقط این رو باید باور کنی. اینو امید بخشترین آیه قرآن. در نظر بگیرید اگه قرار بود پیامبر به زبان امروزی ها مانیفست صادر بکنه، حالا خدا به پیغمبرش فرموده پیغمبرم نب عبادی، برو همه رو خبردار کن، اعلامیه، خبردار، انی انا الغفور الرحیم، برو به همه بگو من بسیار بخشنده و رحیمم. این لحن آیه نب عبادی، بندگان رو خبر کن. خب من و شما هم امشب آمدیم که اعلامیه های خدا به پیغمبرش رو بخوانیم، بگیم که او چقدر بخشنده است و چقدر زیباست. دیگه زیباتر از این میخواهیم؟ یعنی از این خداوند، از این ظریفتر با من و تو سخن بگوید؟ البته ذیلش هم دارد، سانسور نکنم. و این عذابی هو العذاب العلیم، عذاب من هم عذابی دردناک است. اما خدا دنبال بهانه است
که اون عذاب رو به بندهش نچشاند. نوعی تهدید است و فکر میکند که با این تهدید اکثر آدمیان راه پیدا میکنند و توبه میکنند، استغفار میکنند و نمیرسند. به هر صورت هر دو بخش رو میگه، عذابم دردناک است، به همه بندگانم هم بگو که من بسیار بخشنده و رحیمم. دنباله بحث رحمت، از او طلب آمرزش کنید، او خیلی بخشنده است. یکی از شرایط بخشیده شدن طلب بخشش کردن است. خدا دوست دارد در خانه‌اش زده شود. اگر بنشینی و خدا را نشناسی و از او نخواهی، مشمول رحمت خاصش حداقل نخواهی شد. و من یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما و من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. کسی که کار بدی انجام بدهد یا به خودش ستم کند، که غالب ما ستم میکنیم به خودمان، اما بعد از خدا طلب آمرزش کند، خدا را بسیار بخشاینده و رحیم خواهد یافت. و هر کسی که گناهی مرتکب شود بر علیه خودش کار کرده است و خدا به این گناهان هم عالم و حکیم است. گناه علیه من است، نه لزوما علیه خدا. اما از اون سمت فایده استغفار است. یکی از مهمترین کارکردهای ماه رمضان یک بار حداقل در سال استغفار است. استغفار به زبان و تسبیح استغفر الله ربی و اتوب الی گفتن نیست. استغفار با دل برگشتن است. و الا من به زبان استغفار کنم و بعد عملا همون گناهان رو تکرار کنم، اسمی که استغفار نیست. خدا رو مسخره کردم؟ استغفار یعنی این که من حقیقتا واقعا دور گناه نگردم و توبه کنم و برگردم. بخش بعدی عرایزم که باز دنباله نیمه دیگر رحمت است و به نظر خودم از زیباترین آیات قرآن است و امشب در مهمانی خدا این زیبایی ها رو میخوام با همدیگه قسمت کنیم، یکیش هم این آیه است: نزدیکتر از همه به انسان خدای ما زیباست، چون هیچ کس از او به ما نزدیکتر نیست. اگر از من و تو بپرسن نزدیکترین فرد به تو کیست؟ یا میگویی مادرم؟ خب مادر انسان چیزی که به هیچ کس نمیتواند بگوید با مادرش میگه. پدرم، همسرم، فرزندم، دوستم. اما باور بکنید چیزهایی هست که انسان با همین عزیزانش هم نمیتونه در میان بگذاره. گاهی وقتا خودم، همون کسی که در وجود من است و با او سخن میگویم و گاهی وقتی زشتی انجام میدهم منو نهی میکند یا منو به خوبی دعوت میکند، نفس من، روح من، اما خدا از او هم به من نزدیکتر است. یعنی اول خدا میفهمد و بعد وجدان من. این که در این آیه میخوانیم لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. من انسان را خلق کردم، ما انسان را خلق کردیم و وسوسه های نفس او را می دانیم. یعنی چیا تو ذهنت می گذرد من اون را هم می دانم. اما ما از تو به رگ قلبت نزدیکتریم. رگ قلب این شاهرگ انسان که به لحاظ فیزیکی و طبیعی از همه قرار است به من نزدیکتر باشه. اگر او زده شود من می میرم. خدا از او هم به من نزدیکتر است. مثال است: خدا از روح من به من نزدیکتر است، خدا از رگ گردنم به من نزدیکتر است، خدا از هر چیزی که تصور کنی به من نزدیکتر است. کسی که اینقدر به من نزدیک است، یعنی این وجود بسیار نزدیک ناظر من است، این وجود بسیار نزدیک کمک کار من است.
اگر خدا این مقدار نزدیک است، یعنی من در هر شدائدی قرار بگیرم میتونم از او کمک بخواهم، ایاک نستعین بگویم و او مرا کمک بکند. خدا نزدیک است، اما ما نزدیک بودن او رو باور کردیم؟ خدا نزدیک است، اگر باور کرده بودیم بسیاری از امور رو انجام نمیدادیم. این رو بارها گفتم، اگر معلوم باشد که من و تو زیر دوربین تلویزیون قرار گرفتیم خیلی کارها رو ترک میکنیم. حالا اگر بدانیم که این دوربین الهی همیشه ناظر ما هست، یا اگر بدانیم کسی منو میبیند، وقتی نشستم تو اینترنت این بر اون بر میرم و میام، خیلی جاها رو دیگه نمیروم چون کس دیگری الان میبیند که من دارم با اینترنت کار میکنم. حالا کمی فضا رو گسترده‌تر بکنید و در نظر بگیریم که او اینقدر به ما نزدیک است. اگر همین رو باور بکنیم زندگی ما عوض میشود. و باز یکی از زیباترین آیات، این زیباترین آیه رمضانی است، این زیباترین آیه مناجاتی است. تعداد مواردی که خدا در اون خودش را به صیغه من خطاب کردش بشمارید تا بدانید این آیه چقدر صمیمانه است. این آیه رو میشه گفت صمیمانه ترین آیه قرآن. حالا بچه صمیمانه بودنش هم عرض میکنم. و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که پیامبر بندگان من از تو درباره من سوال میکنند، نفرمود است اذا سألک عباد الله عن الله، فرمود است اذا سألک عبادی عنی، بندگان من، اینا مال منن، اینا بچه های منن، اینها مخلوقات منن و حالا دارن از من سوال میکنن. فإنی قریب، من نزدیکم، من اینو درشت کردم. فإنی قریب، برادرها خواهرها بدونید خدا نزدیک است. و نزدیک چقدر نزدیک؟ نزدیک اونقدر نزدیک که از این رگ نزدیکتره، از خودم به خودم نزدیکتره. فإنی این سومیش، من نزدیکم. اجیبو، من جواب میدهم. دعوت الدائه اذا دعانه، دعانی وقتی مرا دعا میکند. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. هنگامی که بندگان من از تو پیامبر درباره من سوال میکنند، بگو من نزدیکم، من دعای دعا کننده را هنگامی که من را میخوانند پاسخ میگویم. پس باید دعوت من را بپذیرند، به من ایمان بیاورند تا راه بیابند. خب اگه من بدونم یک کسی هست که به حرف من گوش میکنه، سنگ صبور منه، درد دل منو میتونم به او بگم و مطمئنن میشنوه. اما به شما بگم خیلی وقتا نباید عمل کنه چون من نمیفهمم. خیلی وقتا چیزای از خدا خواستیم که بعد میفهمیم 100% اشتباه بوده. چقدر خوبه که خدا او رو انجام نداد. و اگر قرار باشه حرفای هممون رو انجام بده، میتونی چه شیر تو شیری تو دنیا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما چیزایی میخوایم که حتی به ضرر خودمونه، ولی اون میدونه. ولذا اگر میبینی گاهی وقتا دعات مستجاب نمیشه، احتمال اینو بده که اشتباه خواستی، اما او شنیده. دروغ نمیگه، میگه من میشنوم، من که از تو نزدیکترم، از هر کسی به تو نزدیکترم، پس میشنوم. ببینید مسلمان بودن و مؤمن بودن یعنی باور کردن همین چیزا. اینا زیباییه به نظرم، یعنی از اینا زیباتر نمیشد بگی. اگه خدا میخواست خودش رو زیباییاشو برای من و تو شماره بکنه، از اینا قشنگتر میشد بگه. حالا بریم وارد سنت سوم بشم، سنت محبت. عرض کردم اینو کمتر شنیدیم. نوعاً محبت رو به دین عیسی مسیح نسبت میدن، اونجا هم محبت هست، اما توی دین ما هم، توی قرآن ما هم هست. حالا شاید من و تو کمتر توجه کرده باشه. او خیلی ما را دوست دارد، او خیلی بنده هاش را دوست دارد. باور ندارید؟ انه هو یبدأ و یعید و هو الغفور الودود
ذوالعرش المجید فعال لما یرید، سوره بروج آیه 13 تا 16. او آغاز کننده است، او بازگردانده است، مبدا و معاد. او بسیار بخشاینده است، او بسیار دوستدار است، ودود از ود است، یعنی دوست داشتن، یعنی محبت داشتن. کیو دوست می‌داره؟ حالا تو پرانتز مترجمه نوشته مؤمنین را دوست می‌دارد. من پرانتز رو برداشتم، خود خدا نفرمود من کیو من همه را دوست می‌دارم، من بنده خودم رو دوست می‌دارم. ما اگر او هم من را دوست بدارد. برخیا دوستیش یک طرفه است، حالا دوستی دو طرفه هم از خود زبان قرآن براتون معنا خواهم کرد. خدا ما را، مخلوقاتش را، بندگانش را دوست می‌دارد. خدا زیباست، به خاطر این دوست داشتنهایش هم زیباست. ذوالعرش المجید با همه این صفات معنویش صاحب عزت و عرش کبریایی است. هر چه بخواهد هم میتواند انجام بدهد، بالاتر از او که کسی نیست، محدود به هیچ امری هم نیست جز قواعدی که خودش برای ما فرموده است. پس او ودود است. جز دعاهایی که در جوشن کبیر اسمهای خدا را که میخوانی، یکیش هم یا ودود است. و چرا ما کمتری رو به کار میبریم؟ خدای ما ودود است، خیلی دوست میدارد. در قرآن کریم از واژه محبت هم زیاد استفاده شده، هم محبت خدا به بندگانش، هم محبت بندگان به خداوند. خدا چه کسانی را دوست می‌دارد؟ اینا رو با هم مرور می‌کنیم که انشاءالله خودمون رو از زمره کسانی قرار بدهیم که محبوب خدایند، خدا دوستشان می‌دارد. ان الله یحب المحسنین، نیکوکاران. یک، ان الله یحب التوابین، اونها که بسیار بازگردنده به سوی خدا هستند. اگر گناهی هم کردند، جوانمردی او دارند، مروتش رو دارند که برگردند. سه، ان الله یحب المتطهرین، اونها که خودشون رو پاکیزه میکنند، هم به لحاظ بدنی، هم به لحاظ معنوی و روحی، هم وضو و غسل به جا می آورند، هم طهارت روحی میگیرند. این روح هم کدر میشود، کثیف میشود، احتیاج به پاکیزه کردن دارد. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین، کسی که به عهدش وفا کند، تقوا کند، خدا پرهیزکاران را دوست می‌دارد. میدونی پرهیزکار کیه؟ بعضیا هستن ماشیناشون ترمز نداره. متقی کسیه که ترمز داره. اگه ترمز نداشته باشی تو سرازیری که بیفتی دیگه کسی جلودارت نیست. سرازیری گناه ترمز میخواد. متقی کسی است که وقایه داره، ترمز میگیره. بلاز به زبان عربی هم همینه، ترمز داری؟ وقتی که چیزی میبینی شهوتت گل میکند میتونی خودتو نگه بداری؟ این میشه ترمز داشتن، میشه متقی. والله یحب الصابرین، خدا اجر صابرین رو بی حساب میده، یعنی بی اندی نهایت اجر میده. خدا با صابرین خیلی رفیقه. صابرین کیا هستن؟ یکی از مصداق صبر روزه است. فکر نکن هوا خیلی گرمه تشنت میشه. یادت باشه صحرای حجاز خیلی از اینجا گرمتر بوده. در زمان جنگ خندق مسلمان ها می جنگیدند، روزه هم بودند، تشنه هم بودند، اما آب هم نمی نوشیدند. فکر نکنیم تا یه ذره جزء سرشت روزه بودن مشقت کشیدن. این مشقت خدا دوست داره برای من و تو، البته تا وقتی که به حد حرج نرسیده. قرار نیست که کسی بمیره که، اما قرار است که چند ساعت در روز من و تو یاد آخرت بیفتیم، یاد فقرا بیفتیم. لذا این مشقت رو باید بچشیم، نه اینکه اینقدر افطاری و سحری مصرف بکنیم که هیچ آسیبی نبینیم. اگه اینو خدا نمیپسنده. این مشقت جزء ذات روز است، یکی از مصداق‌های صبر تو روایات ما روزه داشتن. ان الله یحب المتوکلین، اونها که به او توکل میکنند. ان الله یحب المقسطین، اونها که عدالت گسترند.
و مجاهدین ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. هشت طایفه رو خدا ذکر کرد، من اینا رو دوست می‌دارم. حالا ببینیم کیا از اون سمت خدا دوستشون می‌دارد. دوستی دو طرفه، این دوستی یک طرف بود، حالا بعضی ها مثلا خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. این آیه آیه ارتداده. میدونید ارتداد هیچ مجازاتی توی قرآن نداره، تعجبه نه؟ هیچ، بالا تا پایین قرآن رو بگردی کسی که دینش رو عوض کرده خدا میگه خیلی بیمروتی، همه چیز از دست دادی، اما هیچ جا نگفته من تو را میکشم، تو را اعدامت میکنم، اصلا اینها با مرگ طبیعی هم میمیرن. این آیه رو دقت بکنید، آیه 54 سوره مائده. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینهی، هر کسی که از دینش ارتداد کرد، یعنی دینش رو عوض کرد، دینش رو پشت سر گذاشت، خیال کردی تو از دست دادی، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، من جانشین شما قومی رو میارم، شما قابلیت نداشتی، دینتو عوض کردی، برو بکن، تو ضرر کردی، به جای تو قومی رو میارم که اونا منو دوست بدارن، منم اونا رو دوست بدارم، وقت دلت بسوزه. ببینید به جایی که بگه من کسی که دینم رو پشت سر گذاشت اعدامش میکنم، اله میکنم، بله میکنم، میگه شما خاسر شدید، شما زیان کردید، من به جای شما گروهی رو میارم که منو دوست بدارد، منم اونا رو دوست بدارم. وقت صفت دیگری براشون میگه، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، نسبت به مؤمنان فروتن باشند، نسبت به کافران عزت داشته باشند. یعنی وقتی بنده خدا میبیند، مؤمن میبیند، فروتنی کند، تواضع کند، وقتی کافر میبیند گردن کشی کند، نخوت بکند، خودش را عزت ایمانی را مقابل کسی که خدا و رسولش را باور ندارد نشان بدهد. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش میکنند. حالا این تلاش میتونه تلاش فیزیکی باشد، میتونه تلاش مالی باشد، میتونه تلاش تهذیبی باشد، جهاد اصغر و جهاد اکبر هر دو. ولا یخافون لومت اللائم، از هیچ سرزنش سرزنش کننده ای نمیترسند. اگر باور داریم مسلمان شرمنده نباشیم، اسلام، ایمان شرمندگی ندارد، باور کنیم که اینها درست است و سرزنش سرزنش کننده ای را نپذیریم. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله واسع علیم. و آخرین عرض امشبم که مقدمه بحث فردام است، داشتم زیبایی های خداوند رو شماره می کردم و حالا به محبت رسیدیم، از عدالت و رحمت و محبت و وداد، دوستی. از بحث محبت یک آیه است که من اون رو بسیار دوست می دارم، جزء زیباترین آیات قرآن است. خداوند در اینجا راه محبت به خودش را نشان داده است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. سوره آل عمران آیه 31. پیامبر بگو اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است. اگر می‌خواهیم جزء محبوبین خدا باشیم و خدا ما را دوست بدارد، راه تضمین شدهش پیروی از محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه است. اما
پیروی عاشقانه. ببینید دو تا حب تو اینجا به کار رفته. اگر میخواهید محبوب خدا باشید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. اگر خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. پس اگر ما می‌خواهیم محبت دو طرفه پیدا کنیم، محب خدا و محبوب خدا هر دو باشیم، راهش پیروی از رسول خاتم است، پیروی از پیامبر اسلام است. اونجا گفتم شرط برچسبی نیاز نیست، اما خدا قوی ترین کامل ترین آیینش را به پیامبر اسلام فرستاده است و حالا راه محبوب خدا شدن و محب خدا بودن را تبعیت از رسول قرار داده است. شبی جداگانه درباره این راه سخن خواهیم گفت.